خدا علم کامل بخواید، علم ناقص بیچارتون میکنه، علم ناقص بیچارتون میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. دادن جان به که با هجران جانم زیستن، میتوان بودن ولی بی پیر نتوان زیستن. راهم بار است و زیرش دام ها، قحطی معنا میان نام ها، قحطی معنا میان نام ها، لفظ ها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین دیگ آب عمر بازه. ما رسیده بودیم به من این خواهی و ارخان. خب دلائلی را ما بیان کردیم که این خان قابل شناسایی است. من این خان قابل شناسایی، قابل این هست که باهاش آشنایی شده. یکی مثال که به شما عرض میکنم که باید شناخت، همچنین خیلی هم حیوان تشریفات تشریفات ادبی و عرفانی به مدنی را نکنیم. مولوی داستانی داره. میگه یک روستایی بود، دائما میومد در شهر. یک نفر شهری را نگاه بسید که همیشه میومد خونه، مهمانی مهمان بود. خیلی این قاضی شهری، آقای شهری، ایشون چون قدر قاضی داره منم قاضی از میکنم، این قاضی شهری همیشه میشون قاضی کرد، خیلی عمیق، حتی وقت رفتن براش ارمغان ها میخرید، توفه ها میخرید. از 8 سال بر این منبال گذشت. یک روز این دوستهایی گفت که خب آقا، آخه شما هم بیایید به ما، ما هم به ما خیلی تماشایی، خیلی خوبه. این در بچه دیشارات در این زندگی شهری تکیه شدن، بلنشید بیایید زیاد استعار کرد. حاجی شهری از قیافش احساس کرده بود که در جمعی، در جمعی این کشتی نور دست داری، اینو احساس کرده بود و فهمیده بود که یک قلقه تارفاتیه. مدتی فردا و فردا وعده دار هست انشاءالله، حالا مثلا به احساس ماینید یا بچه ها امتحان دارن، امتحان رو تمام بشه، یا مثلا عروسی داریم اون عروسی تمام بشه، با این حرفات اصلاحی را اخری میدار. روستایی زرنگ رفت دم در و بچه رد اونا را تحکت لعلیه خاشه که بابا الان دیگه تابستان رسیده، ده موقع خوبی شه، نگیم چشم سارها که خود درخت را که خود این زن های بیچار تادل و زن هم باوت کرد، بچه هم تحریف شدن که آقا جون راست میگه دیگه امتحانات با تمام شد. من غیره بیچاره خاشه گفت من صلاح نیدم، خوبه به سوار خوبه، من صلاح نیدم. هر چی بیچاره پدره تحصیل کرد، اینها از قصد تحقیقامی صحبت کرده بود، مؤثر صحبت کرده بود، از در زبانی اینها تحصیل کرده بود. وعده را گرفت، خیلی سال درد لفت، خیلی سال درد لفت، وعده را گرفت و گفت بسید، اینشالله در روزی تشکیار ما آماده تجرایی هست. این خواهجه در بچه ها را برداشت، گفت میبریم ولی چشم آب ندارد. برداشتند و مرکبهاش را آماده کردند، از جزاد و توشه و راه دادند، نشان به این نشان که وقت رفتن آدرس را هم نشان ندارد. شما در کدوم دهید؟ همونطور که تشاوری از همون جا که دست را پیچیدید بقیه میدار میدید میشه دسته اون ده ماست. این آدرس رو این بیچاره برداشت را افتاد. بیست روز دیگه، حالا البته رقم دقیقا یا 21 ماه، خیلی آبونها، خوصانها،
روزخانه ها زنشو بچه های قد و نیمیزد و بچه ها دارن میگردن. بعد از چند روز، بعد از اون همه پرسش و بعد از اون همه کاوش و حراز مشید ها نشان دادن. خلاصه مثلا سیمت محمد علی افران خونک زیاد. یکی گفت والده من نمیشد. اون یکی گفت که یه وقتی توی دهیه محمد علی نامی بود. این طرف هم اگر به اون رختار نید از دور هیچ چی رو بله اگر اونجا رسید احوالا بیدا شد. بلاخره اومد بیدا شد. از قضا شدید بیدا شد. خدا که شدید. نیزم تحت و برد میزن و بیدا. بلاخره رفت در خونه یه این دوستایی در صاحبخانه آمد در را باز کرد گفت کیه؟ گفت بله من هستم فلان. در را باز کرد گفت آقا را بگه من یاد آقا چی باشه؟ این چطور میشه؟ جلوه در این بیچاره باشه در بچه ها دیگه با همون نجباه بکرم رد در و زبزت میکردن. گفت من همون هستم که شما هر سال کش میارید. منزل ما اونجا خدمت شما هستم. به خود باز راستت گفت که بیتوید بیتوید بیشتر مرفی کنید خودتانا دقیقا به یا نمیارم. خواجه فهمید که عجب حد زدم بود. عجب روانشناسی دقیقی داشتی گفت همون چی تشمیابی را اون اتاق دستگاه در سیاه رو بیشتم هیچ من هست مثل حاجه حسین فرزم بچه هم برای تو قضا میپختم لباسات هم میشستم. در شهر در خرام محل بودیم با هم هرچی میگفتی به این کار شد. گفت خوب رسمه را شما به جا نیاورد. حالا شما یک کاری کنید. احتمالا یه معادی هست. احتمالا یه روی باز خواست میکنید. این دنو بچه من داره حلاق بشه. این شب ما موجودی ها در خانه خودم. یه اتاق یه تناقایی بده فضا ما بیدید. و شما را نشناختیم بسیار بود. او ما جا نداریم. فقط اون میبینی اون آخرها یک باغ یک آلاجی خانه باغ بشونگرد. این شب بچه ها تایی بر اونجا راه بده و یک تیر و کمان میدم به دست تو باید تاسو پاسبانی کنی. چون اگر گردی آمد که جانداران مرا حیوانات مرا بخوری شما باید باسی بزنید. گرگ حقیقی تیری به دست یک انسان داد که گرگ را بگیر. گرگ ترکی روز بود همون بود که الان به طور پیزی تیکت کشم کرد بهتر از این موزی گفت نشناختم تو را بعد از هر سال. این بیچاره تیر را گرفت دسته بچه آرمای خوشحالی گرگ همون اتاق کوچه هم اتاق که نه همون خانه با جادا این بچه ها این یکی اونم میزنه جای که اون وقت از یک طرفن باران چکه میکنه یه اوضاعی محشری و این آقای خواجه هم تیر به دستش داره دنبال گرگ میگرده. گرگ فرموده بود که دنبال گرگ بگرد میگشت. وسط شب این یک تیر محکمی انداخت که گویا تیرم از اون تیر که صدا داشت. یک تیر حسابی پرتاب بود. روستایی از خواب بیداشت و پرید و اینجای خواجه را گرفت. چکار کردی؟ گفت گرگی رد می شد زدم. گفت گرگ نبود. این کرخر من بود. تو زدی. کرخر من را کشتی. گفت از کجا فهمیدی کرخر تو بود؟ چطور فهمیدی؟ چون با فاصله اتاق تو تا اونجا که من را زدم خیلی فاصله زیاد بود. هوا هم که تاریک. از کجا فهمیدی؟ گفت وقتی که تو تیر زدی که من از صدایش فهمیدم کره قرمنه. این دفعه حاجت گریبانش را گرفت. گفت که نا انسان تا
تو صدای کرخرت را در شب رعد و برگ و طوفانی از این تمه فاصله تشخیص دادی. 7 سال با من شب و روز بودی، مرا نشناختی؟ چطور این قابل باوره؟ 7 سال با من سر سفره نشستی، 7 سال در خونه من حمام کردی، در خونه من پذیرایی شدی، وقتی رفتن زن و بچه‌ام به تو کادو دادن، نشناختی. نتیجه میگیره، میگیره انسان در تمام مسائل زدی به اون سیم آخر. 70-80 سالم این شخصیت و من در داره میگفت آقا من بشناس، من کار دارم با تو، اصلا تو غیر از من با کسی یه کار نداری. نشناختی. 70 سال آدمی با یک حقیقت روزگار خود را سپری کند و نشناسد این چیه. مثال برای این زده بود، اون آزه فهمدی مثال چقدر باز، چقدر سازم، چقدر آنست. اگر انشاءالله گذارتون به مسائل انسانی افتاد اینها، از مثال قفلت نبردید. مثال خیلی چیز عجیبی است. شما ببینید الان این شاید به جای 10 تا درس قضیه روشن کرد که آقا عذر انسانی که 70-80 سال یه حقیقتی را با خود داشته است، بل آقا من نمیشناسم، اینو چلیده ایست. چه باعث میشه آقایان و خواهران، حالا خیلی خودمانی صحبت کنیم، چه میشه که اینقدر حقیقت نزدیک به انسان باشه به نشناسه؟ آیا دستور نداریم بشناسیم؟ تنز جان و جانز تن مستور نیست، لی کس را دید جان دستور نیست. اینطوره که مولوی در دیباچه این کتاب بزرگش بیان کرده است. آیا اینه؟ تنز جان و جان زیت هم مستور نیست، با اینکه خیلی نزدیک به همه. این در آن است، آن با این است، دیگه همسایگی نیست، اصلا اتحاد. لیک کس را دید جان دستور نیست. دید جان دستور نیست مثل دستور دید نمودهای فیزیکی. یعنی اگر بخواید از راه فیزیکی بیاید این من را بشناسید، نخواهد شد. البته آثارش را میشناسید. من الان اگر احساس کنید که مثلا فرض کنید یک دفعه جستم، میگید خب لابد یه صدای شنیده، یه صدای مثلا در را محکم زدن، این ایشون اینطور ناراحت شد. یا فرض کنید که میبینید که دستم گرماش بیشتره، میگید لابد تب کرده. از رفتارها میشه تا حدودی به سراغ من رفت، برای تا حدودی آقایان و خواهران خیلی کم. و ما واتسون ها، اسکینر ها و دیگران که رفتارشناسی را منحصرا مطرح کردن، ما از این جهت مخالف نیستیم، اما من شناسایی بیشتری میخواد. فقط کافی نیست که ما بگیم صبر کن حرکت کنه تا بفهمیم در درونش چیه. بدون اینکه من حرکت کنم شما بفهمید، من به شما بگم در درون من چه میگذره. تخیلات اینه، شهود اینه. من در مقابل زیبایی اینقدر خدا میبازم، من در مقابل عظمت ها اینقدر اشتیاق نشان من دارم، میگم به تو. بشر خودش با تمام زبانهاش در تمام فرهنگ ها گفته است که کمال جوست. اگر که در خارج شما به رفتارش نگاه کنید، کجا میبینید اینا؟ واقعا حرکات عینی فیزیکی که در کمال از بشر سراغ داریم، 1000 اون که در درونش میذاره نیست. پس من خودم دارم بیان میکنم من کیستم، شما خودتون دارید بیان میکنید کیستید. عمده مانع آیان و خواهران و آرشان و اساتید است، عمده مانع این است که اون من حقیقی را نمیذاریم چهره شای ما نشان بده، با من مجازی زندگی میکنیم. اگر من حقیقی چهره شای ما نشان بده، ای باش رفیق میشی، اینقدر باش اونس میگیری. یکی از اونها که چهره من حقیقی ما را میپوشونه، من مجازی کبره، خودخواهی است که از حد اعتدال خارج شده. من اینجا یه 4 بیتی از شما بخونم، این را توضیح بدم.
ماند احوالت، احوال تو میماند، یعنی شبیه به اینه. ماند احوالت بدون طرف مگس، طرف یعنی شگفت‌انگیز. کو همی پنداشت خود را هست کس، از خودی سرمست گشته بی شراب. از خودی سرمست گشته بی شراب، ذره ای خود را شمرده آفتاب. وصف بازان را باز عقاب، وصف بازان را شنیده در زمان. گفته من انقای وقتم بی گمان. دو هفته پیش یکی از اساتید بسیار محترم ادبیات تشریف آورد منزل ما. این آدمی واقعا خیلی پرسابقه بود و واقعا در ادبیات خیلی بافز. یه آقای هم همون موقع آمدن، ایشون هم از دوستان بودن، ما شدیم سه نفر. اون استاد ادبیات خیلی تجربه دیده و خیلی پرسابقه، گفت که صحبتیشون رو گفت اخیرا یکی از این نوپردازان از شعرهای نوپرداز آمد پیش من. منم تشویقش کردم، احترام کردم، جوانی بود. گفتم که خب چیزی دارید بخونید؟ خب بله. هفتش بیت خوند و من دیدم والله اینا نه سر داره نه ته، پر از زید و نقیز. اونجاش هم که زید و نقیز نداره اصلا قابل فهم نیست. خدایا من به این جوان چه بگم بیچاره؟ اینم اومده به یه امیدی که من تصدیق کنم بعد بره بگه فلان استاد تصدیق کرد. گفت به نظر از جنابالی چطور بود؟ گفتم انشالله یه مقدار بیشتر دقت بشه، عجله نکنید و تدریجا انشالله ذوقتون خوبه، خیلی خوب میشه تدریجا، و اگر بتونید یه مقدارم طوری باید بگید که قابل فهم باشه. آقا این یک دفعه گفت که من به این مردم شعر نمیگم، شعر من بعد از 200 سال خواهند فهمید. یا حضرت عباس 200 سال بعد خواهند فهمید. این استاد گفت که من گفتم آقا جان من از 6 سالگی 5 سالگی مادرم دست ما گرفت بود به اون موقع مکتب ها بود دیگه، گلستان خوندیم، نصاب خوندیم، نمیدونم سر کلیله خوندیم اینها. بعد دبستان دبیرستان ها شروع شد، ما رفتیم دبستان دبیرستان و شاگرد بدی هم نبودیم، زحمت کش بودیم. بعد رفتیم دانشگاه، دانشگاه مونم بله همونها بسیار خوب گذشت و چون عشق و علاقه داشتم به ادبیات. دو تا هم دکترا دارم، یه دکترا در ادبیات فارسی خودمون، یه دکترا هم در ادبیات فرانسه و کتاب نوشته در گرامر فرانسه شد من دارم. در حدود 40 سالم هست استادی میکنم در این دانشگاه های فلان. بگو ببینم من بدبخت نخواهم فهمید که خواهد فهمید؟ من 40 سال استادم و گمانم نمی کنم که بیکار نشسته باشم. این آقایی که نشسته بود گفت داشت دو جانم جوابش نمید، جوابش من بگم. من نشسته بودم همینطور، وقتی این آقا جارو داد من از همه افتادم ها، یعنی به پشت شدم. اگر بنا بود جایزه بیدم به خدا جایزه داشت. گفت دوستو جان این جوابش این نبود. هر بیدم اون باسواد استاده ایشون، خب مردیش اهل مطالعه و اینا، ولی خب مقام علمیش نست برای اونقدر، ولی خیلی خوش نیاده. گفت من بودم میگه چه میگم چه میگفتم؟ گفت بفرم. گفت من بودم میگفتم که جوان عزیز شما جور 200 سال بعد را نکشید، 200 سال بعد برای خودش دیوانهای خوبی خواهد داشت. ما توانش بدیم انشاءالله برای اونو هم یه دیوانهای خوبی پیدا میشن، ارشاد برای شد قشنگ با نمک خیلی، شما از جب زحمت بکشید. آقا این حاضر جوابی به این ظرافت افتاده خدا جاید به صورت هم گفتا ها. این قضیه کبرها بزرگترین پوشاننده چهره من، این مسئله کبره. حالا ببینید چجوری مجسم کرده.
وصف بازان را شنیده در زمان، جناب این مگس شنیده عقاب یعنی چه؟ چه پروازهایی دارند؟ چطور رو قله مرتفع ترین کوها میروند مینشینند؟ گفته من انقای وقتم بیگمان. اینجا را دقت کنید، اون مگس بر برگ کاه و بول خر همچو کشتیبان همی افراشت سر. مثلا اولاغ یه جای بول کرده، روش یه کاهی در حرکت، مگس نشسته روی اون کاه، چه میگوید؟ گفت من دریا و کشتی خوانده ام، از علوم دریایی اطلاع دارم، از هم متخصص علوم دریاییم، دریاش هم اون چند قطره بول خره. گفتم من دریا و کشتی خوانده ام، مدتی در فکر آن میمانده ام، خیلی اندیشیده ام. اینکین دریا و بول اون اولاغ، اینکین دریا و این کشتی کاه، و من مرد کشتی با اهل رأی و فن. شما تطبیق بفرمید، تطبیق بفرمید به حال سرگذشت بشری، چه تلفاتش چقدر روی این نادانی ها افزایش داشته. گفته من دریا و کشتی خواندم، مدتی در فکر آن میماندم، اینکین دریا و این کشتی و من مرد کشتیبان و اهل رای و فن. بر سر دریا همی راند او عمد، عمد یعنی همون تیکه کاکه به معنای ستونم هست، بینمودش اینقدر بیرون زهد. ظلم نکنیم به خودمون، اون چرا که داریم برای خودمون اون را بی نهایتش تلقین نکنیم، محدوده. برو دیگه، برید آقا جون، ببین چه تعبیر قشنگ. بر سر دریا همی راند او عمد، می نمودش اینقدر، یعنی یه تیکه کاه روی اون مایه، اون عرشت که بول اولاغ، می نمودش اینقدر بیرون زهد. دریای بیکرانه جرفای کذای کذای، اینم کشتی عرشت که قول پیکر من، منم که کشتی بانم. بود بی حد اون چمین، چمین همون چیز بوله اون جانور را میگن، بود بی ند بود بی حد اون چمن چمین چمین، نسبت بدو اون نظر کو بیند او را راست کو، اون نظری که درست ببیند کجاست؟ اون نظری که به او بگوید آقای مگس این نیست دریا، این نیست کشتی، و تو هم کشتی هم نیستی، آیا این مگس معنی خودش را خواهد فهمید؟ مگسی که اینقدر تورم یافته میتواند بگوید من کیم؟ ولو که هزار تا شعر درباره من بلد باشه، هزاران کتاب خونده باشه، هزاران علم نفس و روانشناسی خونده باشه، تورم خطرناکه، واقعا خطرناکه. بود بی حد اون چمین، نسبت به دو اون نظر کو بیند او را راست کو، عالمش چندان، این بیت را دیگه یاد داشت کنید همه تون، عالمش چندان بود کش بینش است. زنده است این بیت، زنده است، نه در فقط دانشگاه سنتی شریف، نه در فقط حوزه های روحانیت، در تمام دانشگاه ها و مراکز دنیا این جدید و میماند برای ابد. این دیگه کهنه نداره، این از اون ثابت هاست که محاله یه روزی تحول به اون راه پیدا کند. عالمش چندان بود کش بینیش است، چشم چندین، بحر هم چندینش است. بینایی چقدر باشه اون عالمش هم به همون مقدار بیناییش خواهد بود. بینوا مگس، شعر را دوباره عرض کنم، عالمش چندان بود کش بینیش است، عالمش مقدار و کمیت و کیفیت عالم برای او به مقدار چشمشه. خدا پادشاهت بده شیخ، چشم چندین، بحر هم چندینش است، کمیت و کیفیت و دید چشمش هر مقدار باشه، اون چرا که داره میبینه اونم تابع همونه.
تار عنکبوت. او در گوشه از سقف خانه شما اومده تار تنیده. آدمی داند که خانه حادث است، عنکبوتی نه که در بی آبس است، تاری تنیده. اندرین بله در خوره در این سوراخ دنیا جا گرفت، در یه بیتی داره، در خوره سوراخ دانایی گرفت، در خوره سوراخ بنایی گرفت. و این هم کشتی و من هم کشتی باهم. خطر اینجاست. اون مربوط به همین شعره و جام کنیم شرا مفید باشه. ما دو تا شاخ داریم به قول بعضی از عرفای بزرگ، میگم که به طور طبیعی ما دو تا شاخ داریم. دو تا شاخ اضافه نکنیم، چهار شاخ بشیم. دو شاخ چیه؟ دو شاخ این است که تمام واقعیات که میان از دالان حواس یا آزمایشگاه‌ها عبور میکنم میان به مغز، دستکاری میشه برادران، تمام شد. دقیق ترین آزمایشگاه دارد کیفیت، به اصطلاح میگن کوزار کاراکتریستیک، کیفیت علت پذیری خودش را مایه میذاره، اون وقت میفته به مغز جنابانی. دلیلش هم این است که کوچکترین تغییر در اون دستگاه اون موضوع را برای شما تغییر خواهد جای تغییر. بگذارید بریم پشت یه تلسکوپ، دقیق ترین تلسکوپ، و رویاروش همین چشممون را به خیره کنیم به این کهکشان‌ها، به این ستاره‌ها. ما میبینیم این اجرام و کرات سماوی را خوبه، خیلی بزرگ میبینیم، خیلی چی یا شاید تا یه میلیون برابر هم بزرگ نشونن. اما اینا بدونید یه ذره تغییر تو ساختمان این تلسکوپ اون را تغییر خواهد داد به ما، به ما، به ما تغییر خواهد داد. این قانون و هیچ کس هم از هم گله نداره. آقا شما چرا با تلسکوپ اونطور دیدی؟ من تلسکوپم دارای یه خصوصیتی دقیق‌تر بود، من دقیق‌تر دیدم. میگم آقا من با اون تلسکوپ دیدم. چشم دعواره داریم با هم. منم الان میام پشت تلسکوپ شما اینطوری میبینم. من در اتاق ویلسون این اشعه الکترون رو اینطوری دیدم. شما میگید یه اتاق دقیق‌تر داریم که این اشعه را ظریف‌تر نشان میده. چشم الان میام خدمت شما. و بدون اونجا باز خود دستگاه هست که داره اینطور نشان میده. البته این بازیگری دستگاه ها و حواس ما تقلیل پیدا میکنه ولی به صفر نمیرسه. تقلیل پیدا میکنه. من از اینجا بلند میشم میرم اون طرف اتاق آخر این سالن، اونجا صندلی ها را با رنگ صحیح تر میبینم. اندازه های صندلی ها را که الان برای من کوچکتر نمایش میدهند بهتر میبینم. اما در اونجا باز منم که دارم میبینم. باز اگر بخوام با لامسه ببینم، لامسه منه. یه ذره بی‌حسی یک مقدار به من بی‌حسی تزریق کنن، عامل بی‌حسی در من تزریق، قطعاً ارشوت که من تغییرا معلومات من تغییر پیدا خواهد کرد. این دو تا شاخ عیب نداره، طبیعیه. هیچ کس هم با هم قهر نمی‌کنه، میگه خیلی خوب آقا شما هم اگر بودید بیا کنار ریل خطا هم بیستیم. این دو تا خط الان دقیقاً از جلو ما که رد میشه موازی رد میشه، اما میره میره کم کم میشه زاویه حاده. یک دفعه یه خوره که دوتر میشه یه خط، یه خط برای من، یه خط، نه همون دو خط تا اون آخرین اشتگاهش، آخرین نقطه حرکت قطار، این هست. این جای چیز نیست، این جای قهر نیست. هیچ کس هم هیچ کس را در اینجا مرامت نمی کنه که آقا چرا تو اینجور میبینی؟ میگه تو هم تشبیه اینی همجی خواهید دید. شما با تغییر موضع گیری می روید
بعد از 100 کیلومتر باز می‌بینید خط مزاوی چشم موازی دو تا خط، دو خط موازی کنم قبول دارم، ولی من در اینجا فعلا اینطوری دارم می‌بینم، برای من چنین است، برای تو چنان باشد، ما با هم دهانه داریم. این نزاعی است. نزاع می‌دونی کجاست؟ نزاع اونجاست که بگوید این دو خط موازی که رفتن رفتن متوازی یا دو خط رفتن رفتن اونجا داری می‌بینی خط میشه، اونجا اشبت که اون خط آهن رو کلقنده کلقنده داشت. این دو شاخره تو از کجا آوردی؟ دماوند رو از دور ما یه قله می‌بینیم، درست بسیار یه برفی هم که قلهش هست، اون هم میگیم آقا این دماوند پیده دیگه یه تپه‌ایست مختصر و اون هم سفیدیست، از برفیش هم اطلاع نداریم، اما قسم نخور که این ریشه ریشه سفید دماونده، عمرش زیاد شده ریشه سفید شده، اینا نگو، این دو شاخه بشر تلفاتش در اینجا، در اونجا تلفات نداره. شما در سرگذشت معارف ما، سرگذشت مکتبای بشر دقت کنید، دعوا اونجا ها نیست، چون به قولیشون عالمش چندان بود کش بینیش است. اینا همه به تو طبیعی دریافته ایم، نزایی ما هم نداریم، چشم چندین، بحر هم چندینش است، از دریا اون چای استفاده خواهد کرد، چشمش دارن بینید، نزا نزا نیست. البته ممکنه برای آدم های ناوارد، اشخاص که سطحی هستند، بله ممکنه اشکال تولید بشه، ولی انسان هایی که واقعا از علم اطلاعی دارن، معرفتی دارن، میفهمن که چقدر من در شناخت جز من تأثیر داره، این جز من، اینم درک من، اندیشه من، حواس من، آزمایشگاه های من، در این چیزی را میخواد منتقل کنه به ذهن من، دیگرگون میکنه، ذاتی را نه ها، ذاتی را نه، تو را دست میبرم بشه، توجه فرمودید. این باز عرض میکنم جای نزاع نیست، جای نزاع اونجاست که مگس، مگس اونجا یه تعمدی به خرج بده در اینکه من کشتیبانم و با خوش کشتیبان ببینه، اون هم دریا ببینه، اون کارم ای کاش مولوی، مولوی این دوتا شاخ را اینجا بیان میکرد، میگفت اینجا مگس همون دو شاخ اولیشا داره، اما تو مگس نیستی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.